سلام دوستان عزیز، به کانال آشپزی با نارگل، کانال خودتون خوش اومدید. امروز در خدمتتون هستم با یک سوپ بسیار خوشمزه به اسم سوپ جو رستورانی. این سوپ در اکثر رستوران ها به عنوان پیش غذا سرو میشه، اما جالب اینه که به خاطر وجود ویتامین ها و موادی که داخلش وجود داره به عنوان یک غذای کامل میشه ازش استفاده کرد. مواد مورد نیاز: جعفری حدود 3 قاشق غذاخوری، البته خرد شدهش. جو پوسکنده حدود 1 پیمانه. 1/2 سینه مرغ. 2 عدد هویج. 2 عدد پیاز. 1 قاشق غذاخوری آرد گندم. 3 قاشق غذاخوری رب گوجه فرنگی. آب لیموی تازه به میزان لازم، زردچوبه، پودر فلفل سیاه، نمک و روغن به میزان لازم. جو پوسکنده رو 3-4 ساعت خیس می‌کنیم. به جای جو پوسکنده میتونیم از بلغور جو یا جو پرک استفاده کنیم که زمان کوتاه‌تری برای پخت ببره. ولی لعاب جو پوسکنده رو نداره. سینه مرغ رو مقداری آب روش می‌ریزیم، باید روی مرغ رو بگیره آب. یکی از پیازها رو درشت خرد می‌کنیم، اضافه می‌کنیم به ظرف، روی حرارت قرار می‌دیم، مقداری نمک، زردچوبه، پودر فلفل سیاه، اضافه میکنیم، در ظرف رو میذاریم و اجازه میدیم تا مرغ بپزه. پیاز دوم رو ریز خرد میکنیم. اون دوتا هویج رو هم به صورت نگینی ریز خرد میکنیم. میتونیم رندش بکنیم، رنده درشت، ولی برای اینکه بیشتر خودش رو نشون بده توی سوپ جو بهتره که ریز خرد بکنیم. جعفری رو هم همینطور ریز خردش میکنیم. بعد از اینکه مرغ پخت، مرغ رو ریش ریش میکنیم و آب مرغ رو هم بعدن اضافه میکنیم به سوپ. جو که کامل خیس خورد، میایم اون آبی رو که جو رو باهاش خیسونده بودیم بیرون میریزیم و آب تازه بهش اضافه میکنیم. داخل یه قابلمه میذاریم و میذاریم که تا بپزه. من از قابلمه بزرگتر استفاده کردم به خاطر اینکه جو حجم میشه. یکی اینم سعی کنه از قابلمه تفلون استفاده کنه که جو تا نگیره، چون سری جو تا میگیره. تا جایی که امکان داره کف روی جوی در حال پخت رو میگیریم. با اینکه از قابلمه تفلون استفاده کردیم، ولی برای اینکه ته نگیره هر از گاهی هم میزنیم جویی که در حال پخت هستش. یه تاوه رو روی حرارت قرار میدیم، حدود 2-3 قاشق غذاخوری روغن بهش اضافه میکنیم و پیاز ریز خرد شده رو اضافه میکنیم به روغن و کمی تفت میدیم. هدف ما این نیستش که پیاز سرخ بشه، فقط میخوایم کمی سبک بشه و رنگش کمی تغییر بکنه. پیاز که حالت شیشه‌ای پیدا کرد، هویج رو هم اضافه میکنیم که ریز خرد کرده بودیم و کمی با پیاز تفت میدیم.
البته هویج رو میشه همون به همون شکلم به سوپ اضافه کرد. کمی که تفت دادیم روب به گوجه فرنگی رو اضافه میکنیم و تفت میدیم تا هم روب رنگ باز کنه و همین که بوی خامیش گرفته بشه. روب که رنگ باز کرد مقداری زردچوبه، پودر فلفل سیاه و نمک اضافه میکنیم و کمی تفت میدیم. بعد از اون آرد گندمی رو که داشتیم اضافه میکنیم و تفت میدیم تا بوی خامی آرد گرفته بشه. آرد باعث میشه که سوپ جو لعاب بیشتری داشته باشه و راز خوشمزدگی سوپ های رستورانی در همین اضافه کردن آرد هست که اینقدر خوشمزه و لعابدار هستن. آرد رو که کمی تفت دادیم یه مقدار آب جوش اضافه میکنیم که اینا کامل با هم دیگه مخلوط بشن و به حالت سس در جو کامل پخته، مقداری لعاب انداخته و پختش کامل شده. در این مرحله میایم اون سوسی رو که آماده کرده بودیم با پیاز و هویج رو با آرد و ادویه ها اضافه میکنیم. بعد از اون آب مرغی که مونده بود اضافه میکنیم به سوپ و همینطور مرغی که ریشش کرده بودیم اون سینه مرغ اضافه میکنیم. خوب به هم میزنیم. در این مرحله برای اینکه سوپمون یه مقدار رقیق تر بشه میایم از آب جوشیده استفاده میکنیم. آب جوش بهش اضافه میکنیم تا حدی که دیگه کافی باشه لذتش و به همین شکل میذاریم روی حرارت ملایم تا سوپ جا بیفته کامل. پنج دقیقه آخر جعفری رو اضافه میکنیم برای اینکه رنگ سبزی حفظ بشه و کدر نشه. میان 4-5 دقیقه آخر اضافه میکنیم و همینطور آب لیموی تازه رو که میزانش بستگی به ذائقه خودتون داره. سوپ جو رستورانی آماده شد. امیدوارم شما هم این سوپ بسیار خوشمزه رو آماده و از خوردنش لذت ببرید. خوشحال میشیم نظرات و پیشنهاداتتون رو کامنت بذارید. تا یه برنامه دیگه و یه ویدیو دیگه خدا نگهدار.